باشم، برای اینکه وضع اقلیت‌های ایران خیلی دشواره. خب حزب دموکرات برای ملتش که مبارزه میکنه، وقتی که همچین نشستی باشه و اونجا دو طرف میخوان جنگ رو تمام بکنن و اونجا به جای اینم هست که یک نفعی برای ملت کرد بگیرن دیگه، یک چیزی به نفع خودشون بگیرن. بقیه من نمیدونم، من چون به من نگفت چرا میره، من فقط میترسیدم وقتی که میرفت. شما خب بیشتر از هر کسی، نزدیکتر از هر کسی دکتر قاسم بو رو میشناسید. آیا ایشان واقعا فکر میکرد که با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره میشه به نتیجه ای رسید برای حل مشکل کردها؟ این سوال مشکلیه، برای اینکه من وقتی که این نوارهای گفتگو رو با بعد از اون جریان گوش کردم، دیدم که عبدالرحمن میخواد واقعا این صحرا رو گیره و مصطفی رو قانع بکنه که حق کرداست که یک چیزی بگیرن، و میخواست تشریح بکنه که وضع کردا، وضع ایران، وضع اقلیت ها چی هست، و حتما وقتی که انقدر کوشش کرد که اونا رو حالی بکنه، این اعتمادم داشت که اونا رو بتونه قانع بکنه. اونا من نظر بنده هست. آیا میدونید این قتل هر چقدر وحشتناک بود، یک درسی هم به ما که زنده موندیم داد. اینم این هست که با آخوندا، با رژیم اسلامی نمیتونید واقعا هیچ قراردادی ببندید که نتیجهش صلح‌آمیز باشه. این واقعا اگه تا اون موقع نفهمیده بودیم، این قتل نشون داد که واقعا نمیشه اعتماد داشت به اونا. هدف آقای قاسم‌بو چه بود؟ چه راه حلی که فکر میکرد وجود داره چه بود؟ فکر میکرد باید چه کار بشه؟ خواستش چی بود؟ طبق اون چیزی که من بعد فهمیدم، مسئله این بود که یه نوع خودمختاری برای کردستان، یه نوع خودمختاری در کردستان برقرار بشه. در این خودمختاری چه جور خودمختاری منظورشون بود؟ بله، در این خودمختاری زبون کردی آزاد باشه در تلویزیون، در رادیو، مخصوصا زبان کردی از به بچه های ابتدایی متوسطه با زبون کردی درس گفته بشه. بعد مثلا اون کار پلیس داخلی در دست کردها باشه، در حالی که مثلا اقتصاد کشور، دفاع از کشور، این چیزای مهم، روابط بین المللی، این در دست دولت مرکزی باشه، ولی این چیزای حقوقای بشری ابتدایی به کردا داده بشه. خب و به نظر من هم زیاد تقاضای زیادی نیست، وقتی که میدونید که کردای تمام کردستان ها در حدود 30 میلیون نفر هستن، در دولت، در دنیا کشورهای مستقلی هستن که چندین هزار نفر جمعیت دارن. من نمیگم که کردا استقلال پیدا بکنن از ایران، از ترکیه، از عراق، برای اینکه وضع به خاورمیانه طوری نیست که به نفعشون باشه. خب ولی استقلال فرهنگی همینطور که بعد هم میدونی، یک چیز دیگه هم در نظر داشتیم که اگه کردها استقلال فرهنگی بگیرن،
هم فارسی رو یاد بگیرم، باید یاد بگیرم چون جز ایران هستن، ولی کرد بچه ها بتونن به کردی درس بخونن و این چیزای ابتدایی فرهنگی بگیرن، بعد ممکنه به ترکمنهای ایران، به بلوچای ایران، به عربهای ایران همین حقوق رو بدن. میفهمید؟ برای اینکه وقتی که میخواید در یک کشور بمونید، نمیخواید جدا بشید، باید فکر دیگران رو هم کرد، نمیتونید فقط فکر خودتو بکنید. و دکتر قاسم این فکرها رو میکرد، فقط باید از یک جای شروع کرد، از کردستان شروع کرد، برای اینکه نمونه ای باشه که اونای دیگه هم بسیار دفاع از خودشون بکنن و وقتی که یکی حقوقش رو بگرفت برای دیگری دیگه آسان‌تر خواهد بود. آیا براتون تعجب انگیز؟ گفتید البته از هیچ چی تعجب نمی کنید، ولی به هر حال ما یه تعجب آیا نیست که چرا جمهوری اسلامی میاد یه نفر رو که معتدل هست و اهل میخواد از طریق مسالمت آمیز مشکل رو حل بکنه از بین میبره، در حالی که خیلی از در همون میان کردان کسانی هستند که یا بودند که معتقد بودند که فقط باید به طور با زبان خوش نمیشه کاری صورت داد و طرفدار جنگ و ستیز احیانا بودند. چرا دکتر قاسملو که یک فردی بود که طرفدار ملایمت و اینکه باید از طریق عقل و منطق و صحبت مسائل حل کرد، چرا اون رو باید از بین میبردن؟ من دو تا جواب دارم. یکی این هست که یک هیئت حزب دموکرات کردستان را اون اوائل رفته بوده تهران، خمینی رو دیدن خب و اونجا خواستاشون رو گفته بودند. خمینی به جواب اون یک سوره قرآن رو در آورد هر دو دفعه، اینجوری که به من گفته شده، و اونجا گفته میشه که ما هممون برادریم، هممون اسلامی هستیم و این که در سوره هست خمینی تشریح میکنه که مسئله کرد و ما نمیشناسیم، ما هممون برادر هستیم. هیئت کردها که پیش او دوبار رفتن، دوبار با اون جواب اومدن بیرون. جواب دومم این هست که میدونی آخوندها احمق نیستند. اونهایی که در سر ایران هستن آدمهای نه فقط خیلی با زرنگم، هیلگرم هستن و من فکر میکنم اینا زود فهمیدند که دکتر قاسملو نه فقط به پای اونا میرسه، ولی از اونا خیلی بیشتر هم سواد داره، هم فهم داره، هم بیشتر از اونا مثلا میدونه چی میخواد. بعدم در واقع دشمنشون بوده دیگه. در تاریخ همه جا آقا جون این بود، وقتی که یک رهبر پیدا میشه که واقعا دشمنش بفهمه که این میتونه موفق باشه، از بین میبره اونو. دکتر قاسملو هم از اونایی نیست که با زور میخواست چیز بکنه، مسائل رو حل بکنه، میخواست با حرف، با صحبت، با دموکراسی. خب دموکراسی در ایران، برای این من یه لبخند میکنم که